سلام، من تا بچه همسایمون خوابیده این برنامه رو تو خونمون ضبط کنم. حتی خواهش کردم نیم ساعت بچهشون باز بخوابونن. توضیح هم دادم که فقط برای برنامه الان، برای بازپخشش و اینا دیگه مجبور نیستن که بچه رو بخوابونند. قبول کردن و خبر تلخی بود، خبر زندانی شدن یک طنزنویس، یک شاعر که به همون دلیل شعرش و به جرم شعرش، نه هیچ علت دیگه ای، نه اینکه مثل بابک زنجانی میلیاردها بالا کشیده باشه و اینا رو هم دست انداخته باشه، نه، فقط به خاطر شعرش زندانیش کردند. و چقدر زیبا بود که ضمناً در کنار این تلخی این حقیقت روی کرد که قلم، کاغذ پیروز آمده بر اون سردار سلیمانی، بر اون سردار فیروز آبادی، بر اون حکومتی که اون همه جت جنگنده و تانک داره و حالا هستهی هم میخواد داشته باشه، اون همه پول خرج میکنه، اون همه قاضی آدم خور، اون همه شکنجه‌گر، اون همه بازجو داره، مقهور. بعد در واقع مقهور اندیشه یک ایرانیه، خوش‌ذوقی میشه و او رو میگیره و میندازه اونجایی که بابک زنجانی رو، نه البته نه، امیدوارم اونجا نباشه، اما به هر حال اونجایی هستش که بودند و خواهند بود و هستند ده ها و صد ها و هزارها انسان دیگه مثل او که اندیشیدن و فقط به جرم اندیشیدن و به جرم بیان اندیشهشون مثل خودشون، نه خیلی هم حتی فرصت بیان اندیشه هم پیدا نکردن، همینجوری حد زدن که این باید بره زندان و شاعر طنزپرداز شجاع ما میگه توی ویدیویی که دیدیم، ویدیو رو که خداحافظی میکنه و این ویدیو الان براتون نمیذارم برای اینکه این تلویزیون خارج از کشور اینقدر این چند روزه این ویدیو رو تکرار کردن که من ترجیح میدم که یه تیکه دیگه ازشون به شما نشون بدم. ایشون اونجا خداحافظی میکنه و میگه که به قاضی گفتم آقا قاضی جون، منو یه بار محاکمه کردین برای همین شعر گفتنم، دوباره چرا؟ قاضی میگه که نه، اون دفعه سپاه از تو شکایت کرده بود، این دفعه پلیس امنیتی شکایت کرده. حالا میگه که خب فردا ممکنه که اتحادیه نمیدونم طلاب و حوزه قوم هم بیان من شکایت کنم و بعد دوباره من باید برم زندان. آقای قاضی پیرعباسی جواب میده که بله، همینی که هست. اتاق فرمان، قاضی پیرعباسی رو عکسشو بدید. آه نه آقا، این که این قاضی صلواتیه، بلش داریم. نزدیک داد بزنم بچه همسایه بیدار. آره بله، این نه، این که این قاضی مرتضوی، این کم که خفه میکنی، نه 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 نه، قاضی پیرعباسی. آه خیلی خوب، آره قاضی پیرعباسی میگی همین، میگی که همینی که هست. گفت قاضی حسن همینه که هست، جرم تو حکم من همینه که هست. فیلم کف زدن هایی رو برای آلی پیام عزیز ببینید، مردم هستن در سالن و اینا رو ما بسیار روی یوتیوب دیده ایم و حال کرده ایم که کف بیذارم برای هم از این نمایش. این کف زدن ها هم بعدن یه نتیجه ای میخوام بگیرم.
گفت قاضی حسن همینه که هست، جرم تو حکم من همینه که هست. طبق قانون 14 معصوم ماده 5 تن همینه که هست. همچنین روی وزن شعر شما فاعلا مفعلا همینه که هست. در قبال دموکراسی دین هر که گوید سخن همینه که هست. یا که لو فرض چهچهی بزند بلبلی در چمن همینه که هست. تو اهانت به رهبری کردی در فلان انجمن همینه که هست. زدی طعنه بر کلام الله آیه لم یکن همینه که هست. همین تو مورد احترامش بوده که تو این به رهبری رو نمیدونم نظام میخواستی فلان کنی به امام، تو این کردی به اسلام، تو این همین پرونده های چیز هست که برای همه دارن گیره در میارن. اما این های خودم مواردش هم اضافه کرده بودن. زده ای تنه بر کلام الله آیه لم یکن همینه که هست. لرزه انداختی به روح امام در میان کفن همینه که هست. باری که الله اتاق فرمان چه حاضر به عراق. انتخابات رو زدی لطمه شده ای صف شکن همینه که هست. آره از موارد اتهامش این بود که تو انتخابات رو هم از چقدر اینا آسیب پذیریشون زیاده با یه دو خط شعر محمد رضا علی پیام انتخاباتشون به هم خورده، خاک به سرشون شده. انتخابات رو زدی لطمه شده صف شکن همینه که هست. از گرانی مرغ گفتی تا تخم مرغ و لبن همینه که هست. نگذشتی خلاصه حتی از آفتاب لگن همینه که هست. چند جا گفتی از حقوق بشر همچنین حق زن همینه که هست. شعرهای تو میرود سر دست همه جای وطن همینه که هست. از فریمان به یزد و رفسنجان از سلوغون به کن همینه که هست. دخترم هم نوشته در یوتیوب رفته ای تا وین همینه که هست. باز هم گر نوشتی و خواندی شعرهای خفن همینه که هست. حضرت رهبری به تو دارد اندکی سوء زن همینه که هست. از شب شعر او شدی غایب با هزار فوت و فر همینه که هست. خوهر آدم حسابی سعی میکنه که به این شب شعرهای خیلی خوب مقام معظم رهبری نره. حتما شیوه سخن دونه عوض نکنی. از شب شعر او شدی غایب با هزار فوت و فر همینه که هست. تازه در این میانه خوب آمد فال تو واقعا همینه که هست. یه قاضیه یه منتی هم سرش داره میذاره. ورنه بر گردن تو میبستن در بیابان رسن همینه که هست. مثل پوینده مثل مختاری پس دیگه زر نزن همینه. گر دوباره ببینمت حالو باز کردی دهن همینه که هست. تو همینه که هست. این همینه که هست ها شاعر عزیز ما رو باعث میشه که سوار یه ماشینی بشه و صاف ببین در بر بره به زندان این و میگه هموطنان میگه چون که معلوم شد همینه که هست میشوم عازم اوین در بست. ایها الناس این منم حالو. آخه تو فیلم خودشو معرفی میکنه. چهرهشم شکسته شده بود واقعا نیاز داشت که معرفی کنه.
ایهناس این منم حالو شاعر نغزگوی تنزالو میروم حبس 15 ماهی جرم من انتقال آگاهی جرم من عشق من به آزادی انتشار نشاط دلشادی کار من بود عقده بگشودن آمپلی فایر شما بودن در چنین روزگار هیساهیست جلوی چشم منکرات و پلیس از دل حادثه زدم فریاد بیخ گوش طرف کشیدم داد فرقش با ما یا مثلا با من اینه حالا ما اینجا در ساحل امن حالا مثلا امن حالا اون بخشش کار نداریم ولی به هر حال او اونجا دست به یقه با این عوامل جنایت کار میکنه و حرف میزنه و این خیلی مهمه اینجا من یه خود حالا البته به خاطر او به خاطر بیان این حقیقت یه خود خودزنی کردم فدای حقیقت من یا هر مطلبی از این دست در چنین روزگار هیساهیست جلوی چشم منکرات و پلیس از دل حادثه زدم فریاد بیخ گوش طرف کشیدم داد روی در روی با خشونت و زور خانه مشرف به لانه زنبور نه به پاریس بودم و لندن لبی تیغ می نشستم با شهامت نمودم رفتار پا نهادم سر دم کفدار هرچه بوده سر زبان شما هر غمی بوده در نهان شما جمله را قصه و مثل کردم قاطی شکر و عسل کردم آره اتفاقا حکایت ها رو میگرفت میساخت و بعد شیرینش میکرد و بعد با اون وزن و قافیه خیلی قابل هضم و زیبا تو مجلس که میخوند مردم رو به وجه به تشویق به تحسین می آورد جمله را قصه و مثل کردم قاطی شکر و عسل کردم چیدم توی مجمع و سینی پخش کردم مثال شیرینی توی سالن همیشه قوغا بود شعرهایم نشاط افزا بود یا اگر فیلم های من دیدید خوشتان آمد و پسندیدید لطفها کاغذی و ایمیلی به من ابراز می شود خیلی کارهایم در این 2-3 هفته ظاهرن رفته خوب هم رفته سیدی ها نوارها خوب ممنونم از شما جمعن لیک با قصه ها چه سازم من در رژیم کثیف و آدم کش کی توان بود لحظه دلخوش در رژیمی که شعر در بنده است خلق جان کو دلی که خرسنده است هموطن کف زدی و خندیدی هموطن کف زدی و خندیدی چند تا هم خریده سیدی دین خود را به من ادا کردی لیک بهر وطن چه ها کردی نکند آنچه کرده ای با من بگذاری همه به پای وطن حال هم که فتادم زندان میفرستی مرا گل و گلدان جان من این عطا و این ایثار به حساب مبارزه نگذار من اگر بودم صدای شما
چه کنم بیش از این به جای شما؟ من اگر بودم صدای شما، چه کنم بیش از این به جای شما؟ خوش بود هر کسی به نوبه خیش، بگذارد یکی دو گامی پیش. نه هدف که وسیلم بنده، حالیا پشت میلم بنده. هدفمون این نبود که او به زندان بیفته، که هدفمون این نبود که یک نفر شعر بخونه و ارتکف بزنند و بعدم باز دل بسوزونن براش و بعدم گل بفرستن. نه، نه هدف که وسیلم بنده، حالیا پشت میلم بنده. من همین جا که توی سلولم، با همون جد و جهد مشغولم. پس تو هم هموطن قدم بردار، نتوانی زیاد کم بردار. کف زدن در فضای سربسته، دشمنان را نمی کند خسته. کف زدن در فضای سربسته، دشمنان را نمی کند خسته. توی انظار و خارج از سالن، در همان حد خود تلاشی کن. گر بیاید برون صدای همه، جا ندارد اوین برای همه. گر بیاید برون صدای همه، جا ندارد اوین برای همه. یاد او را و یاد همه زندانی های عقیدتی را گرامی می‌داریم و به امید آزادی همشون و روزی که محمد رضا عالی پیام حالو دوباره بیاد، دوباره بگه، دوباره بخونه. و ما همچنان براش کف بزنیم. گر بیاید برون صدای همه، جا ندارد اوین برای همه. یکی از بیمارستان‌های مجهز در جمهوری اسلامی، بیمارستان امام خمینی است که هفته گذشته اعلام کردند 9 نوزاد در این بیمارستان فوت کردند، از دنیا رفتند. و این 9 بوده که بالاخره مجبور شدن که اعلام کنن که چه بسا نمیدونم 8 بوده باشه، یکی اضافه کرده باشن برای محکم کاری. اینا از اون ور میگن باید جمعیت زیاد بشه، باید مردم همجور بچه دار بشن، همینجوری لشکر اسلام زیاد کنه. از اون ور بچه نوزاد رو تو بیمارستان، بیمارستان امام خمینی میکشن؟ نه، از دنیا میبرن؟ نه. چی؟ نه، بچه خودشون خودکشی کردن حتما دیگه. آره دیگه، این هم میشه، واقعا میشه خودکشی کرد؟ خب بچه وقتی تو بیمارستان امام خمینی بیاد، خوب همین عکس امام خمینی ممکن اون بالا باشه، بچه در جا نه. یا سنکوب کنه یا به فکر خودکشی بیفته، یا اینکه فکر کنه که اینجا الان بزرگ بشه همین امامه ما رو میفرسته بریم روی مین را بریم. من نبود دیگه، همین آقای خاتمی عزیزمون که رئیس ستاد تبلیغات جنگ بود که به بچه ها رو هم عرصه می آوردن، گفتن که بیان برین از روی مین رد شیم، بعد ما کلید بهش به تو میدیم. خب این بچه بدبخت هم به طور ژنتیک ممکنه که بفهمه که آقا این بگی خودی اصلا تو این رژیم به دنیا اومده چی؟ کاش که اقلا تو این بیمارستان به دنیا نمیاد، شاید توی کاش تو بیمارستان سوانه و سوختگی به دنیا میومد، اقلا یه خود پماده ولی بهش
میمالیدند دیگه، انقدر وحشتناک نبود وضعش تو بیمارستان امام خمینی. والا آدم بزرگ تو بیمارستان به دنیا بیاد وحشت میکنه، چون این بچه‌ای که ایو میاد. خب بفرما بدبخت. آره ممکنه خودکشی کرده باشه بچه، نقطه دست جمعی ممکنه خود بچه ها اونقدر بزنیم به خودکشی کنیم بریم با اینا تو این مملکت. فقط آدم اگه دنیا بیاد باید آقازاده باشه که لازم باشه اصلا به دنیا بیاد، وگرنه بی خود به دنیا می. نه تا بچه یعنی چی؟ نه تا بچه یعنی هشتاد و یک ماه تقریبا، چیزی مثل هفت سال بارداری نه تا مادر، هفت سال بارداری کردن، نه تا بچه، نه تا فرزند و نه تا نوه. نه سی و شیش تا نوه. هر آدمی نوه چهار نفره هر بچه. درسته ممکن که حالا اون پدر بزرگ و مادر بزرگ در حیات باشن یا رفته باشن تو راه رو، ولی به هر حال هر فرزندی نوه چهار نفر، تا سی و شش تا نوه رو اینها تلف کردن. و نوه وقتی میگی اصلا دیگه یه حال خوبی داره. نوه من اصولا از نوه از بچگی عاشق نوه میگفتن نوه امام. آقا من انقدر دلم میره و مقالب میگفتم حالا امام خودش قاتل جنایتکاره، نوش که گناهی نکرد کوچولو، دلم خواست نوه امام بگیرم بندازم بالا گکری بکری کت با نوه است دیگه. آقا ولی من نوه امامو دیدم ایجادی میدوند خوب شد من ننداختم بالا بر بیکشت لیم نمیشد انداختش بالا. یعنی هر نوه ایم اون نوه کوچولو گکری بکریه نیست، حواستون با نوه زده بود تو گوش وزیر کشور همین. حالا در بیمارستان امام خمینی گفتن که البته ویروس بوده. ویروس چی بوده؟ زاراتراک، زارا اسمش من پیدا کردم. خب البته میگن عدم بهداشت رو قبول نمی کنن، خودکشی بچه هارم روشون نمیشه بگن، همین زاراتراک ویروسشه که همون زهر ترکه، زهر ترک لاتینش میشه زهر ترک. بچه میاد به دنیا عکس امام خمینی میره زهر ترک میشه. بگنم این ویروس رو خودم کشف کردم، ویروس زهر ترک یعنی زهر ترک. و تفلکی ها یکیشی ممکن بود بزرگ بشه. آقای حالو بشه، شاعر بشه، طنز نویس بگه بشه، بندازنش زندان. یکی ممکنه که چه میدونم فرج سرکویی بشه، روزنامه نگار بشه، از مملکت در بره. یکیشی ممکنه که چه میدونم شکنجه‌گر بشه، تیر خلاص زن باشه، رئیس جمهور بشه. همه این اتفاقات تو این نوتا بچه ممکن بود بیفته. یکشون ممکن بود که مثلا خودش و بچهش و پسرش رو خدا بچاپن مملکت رو بفرستن خارج، دارن بفرستن بگن شو بریم بخوریم تا هوای ما رو داشته. هر حال توی نوتا بچه همه اتفاقاتی میتونست بیفته، ولی در حالی که بیگناه از دنیا رفتن، بیگناه نه اینکه گناه مذهبی هستن، نه یعنی بدون اینکه هیچ آلودگی هنوز داشته باشن، نه یا هیچ جرمی از نظر قاضی پیر اسماعیلی یا اون قاضی صلواتی. آخ 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 این بچه رو میخوره،
این اون یکی هم بده آره این قاضی مرسدی که چرا که اینجوری آره صحبت بچه هاشو جمهوری اسلامی در عالم خودکفایی خودش میخواد پرنسس دایانا هم داشته باشه. پرنسس دایانا عروس دربار انگلیس که میرفت بچه های یتیم و توی یتیم خانه ها و شیرخوارگاه ها دستی به سر روی خودشون میکشید، جمهوری اسلامی نتونست تو بیت های خودشون یک پرنسس دایانا پیدا کنه. این رو هم رئیس جمهور محترم به عهده گرفته. آخه که نقش پرنسس دایانا رو برای بچه های مردم بازی کنه، آخ آدم دلش نگاه چقدر خشن چقدر زیبا. میدونی چرا این کار رو میکنه؟ این نه که خیلی محبوبه، نه بگم چرا این کار رو میکنه. اینا بیار، این عکس رو بیار، نه دوربین ها رو ببینی، خبرنگار ها رو ببینی، این کار رو جلو دوربین باید کرد. این دوربین ها اگه نباشه محل به بچه ها میذاره، یکی اردنگی بهشون میزنه میره. این حالا داره برای ما پرنسس دایانا. لابد هفته آینده میخواد بره توی جزام خونه فروغ فرخزاد بشه برای ما. خیلی این بازیاش خوب. پاشو جمع کن آقا، پاشو هم نیتی، پاشو بچه ها رو زهره ترک نکن. یه که آگهی هم پخش کنم، محاکمه خواهر شیرین عبادی نمایشیه که من چند بار در لندن و چند شهر اروپایی اجرا کردم با پروانه سلطانی یه عزیز هنرمندمون، و یه بار دیگه در لندن داریم همین 16 و 17 هم شنبه و یک شنبه 16 و 17 می همین تو لندن اجراش میکنیم توی سالن کوچیکیه در شمال لندن. زیاد نمیخوام وقت برنامه رو برای این برنامه، ولی خب نه چون این برنامه جای دیگه هم اجرا خواهد شد، بد نیست که بدانید که یه نمایش کمدی انتقادی هستش بر پایه این که خواهر شیرین عبادی رو گرفتن در ایران و محاکمه کردن که چرا خواهرت یا چرا تو خواهر اون هستی. اولین اجرای نمایش شیرین عبادی در لندن دید، خانم عبادی به رادیو اسرائیل در این باره گفتن. بعد از همین نمایش آقای فرهودی باشون مصاحبه کرد که این نمایش طنز نشون میده که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی استقلال خودش رو از دست داده. البته این نمایش خیلی چیزای دیگر هم نشون میده. خانم عبادی فقط از اون منظر حقوق دانی خودشون نگاه کردن به نمایش. خیلی خلاصه آره به شهر شما هم خواهیم آمد حتی اگر در ایران باشید. بالاخره ما میاییم، حالا این ما هم نیاییم، فرزندانمون میان و این نمایش نشد نمایش های دیگه برای شما اجرا میکنیم. محاکمه شیرین عبادی 16 و 17 می در تئاتر نمیدونم یوست گلاب فینچلی. بچه همسایه بیدار شد، خیلی خوب. ما که برامون تموم شده تا هفته آینده با همه غمهایی که دارید و داریم براتون روز شب و روز تا حد امکان خوشی رو آرزو میکنم. ممنونم که وسطش کانال حفظ نکردید، تلویزیون رو خاموش نکردید.